آبی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 کتاب.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. بدور از هر گونه تبلیغات عظیم روانی و جنگی، من امروز سعی دارم که در واقع در جنگ بین اسرائیل، غزه و لبنان و از طرف دیگر اسرائیل با ایران تصویری از اوضاع و شرایط خاورمیانه ارائه بدم و بازگو بکنم که آیا با حمله اسرائیل به ایران بازدارندگی ایجاد شده یا نشده. در نیمه شب روز شنبه 26 اکتبر 2024 اسرائیل به گفته منابع رسمی اسرائیل با صدها هواپیمای جنگنده حمله موشکی دقیق و مخربی را به مواضع پدافند هوایی، سیستم راداری ایران و پایگاه‌های موشکی و ساخت پهپادها در پارچین در تهران و در خوزستان و ایلام کرده است. آقای دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل با زدن دقیق مواضع مهم راداری، پدافند هوایی و پایگاه‌های موشکی و ساخت پهپاد در ایران به اثبات رسانده که هر زمانی اراده بکنه میتونه توان نظامی ایران را با نابودی روبرو بکنه و این بار حمله موشکیش فقط هشداری بوده است که تا رهبران سیاسی و نظامی ایران درک کاملی از توان و قدرت نظامی اسرائیل داشته باشند و دیگر بازدارندگی نظامی اسرائیل را مورد آزمایش قرار ندهند. تا به حال اسرائیل در گذشته در تمام عملیات و اقداماتی که بر علیه ایران انجام میداد هیچ زمانی رسماً مسئولیت حملات خودش با ایران را نپذیرفته بود، نه در زمانی که در سال 2012 چندین دانشمند اتمی ایران را موساد در تهران ترور کرد، نه در تخریب تأسیسات اتمی ایران چنین چیزی را رسماً اعلام کرد و نه در کشتن برخی از فرماندهان نظامی و سرداران سپاه چه در داخل ایران و چه در سوریه پذیرفت که مسئولیت این قطعه به ترورها به عهده اسرائیل بوده و نه در قتل قاسم سلیمانی در بغداد و نه قتل محسن فخریزاده در چند کیلومتری تهران چنین مسئولیت را پذیرفت. حتی اسرائیل مسئولیت زدن کنسولگر ایران در دمشق و ترور اسماعیل هنیه در تهران که باعث دو حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل به نام صادق یک و دو در 14 آپریل و اول اکتبر 2024 شد را نپذیرفت. اسرائیل برای اولین بار در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حمله موشکی به ایران در روز 26 اکتبر 2024 را پذیرفته. اسرائیل اعلام کرد که در حملاتش بیش از 100 جنگنده اسرائیلی شرکت داشتند و در مسیر راه ابتدا پدافند هوایی و سیستم راداری سوریه و عراق را تخریب کردند و از آسمان عراق به مواضع رادارهای پدافند هوایی و پایگاه‌های موشکی و پهپادی ایران حمله کردند. در واقع اگر طبق آنچه که ارتش اسرائیل گفته بپذیریم که اسرائیل با صدها بمب افکن و یا لااقل 120 بمب افکن به ایران حمله کرده باشه، میبایستی که خسارات و تخریب مواضع نظامی و دفاعی ایران بسیار بالاتر و بیشتر از آن چیزی باشد که تا به حال گفته میشه. حتی منابع خبری و خبرگزاری های غربی مانند رویترز و روزنامه های ایالات متحده آمریکا مانند وال استریت جورنال، نیویورک تایمز و واشنگتن پست با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای گزارش میدن که یک یا دو تأسیسات راداری و پدافندی، چند ساختمان در تأسیسات نظامی پارچین در حاشیه تهران مورد اصابت قرار گرفته که عمق و اثرات آنها چندان چشمگیر که اسرائیل اعلام کرده نمی باشه و حتی اعلام شده که برخی از سوله های مورد اصابت موشک های اسرائیلی خالی بودند. اگر روایت رسمی اسرائیل را بپذیریم که در حملات صدها فروند جنگنده اسرائیلی شرکت داشتند، لزوماً باید بپذیریم که خسارت‌های وارده
به سیستم‌های راداری، پدافندی و نظامی ایران بسیار بالا و قابل توجه باید باشد و باعث کامل فلجی سیستم‌های راداری و دفاعی ایران شده باشد. زیرا هر جنگنده می‌توانسته دو موشک پرتاب کنه که در این صورت می‌بایستی حداقل 200 موشک به سوی ایران پرتاب شده باشد. پرسش در اینجاست که چرا فقط چندین موشک به اهداف اصابت کردند که در اثر آنها 4 نظامی کشته شدند و سرنوشت اکثریت موشک ها چه بوده است؟ ارتش اسرائیل و حتی وزیر دفاع اسرائیل هم در هفته های گذشته، در ماه های گذشته چندین بار اعلام کرده بودند که حمله اسرائیل به ایران کشنده، تخریب کننده و چنین خواهد بود که ایران نداند از کجا خورده. اسرائیل میگفت که آسمان ایران به روی موشک‌های اسرائیل بازه و اسرائیل مواضع نظامی ایران رو به کلی تخریب و نابود میکنه. آقای گالان وزیر دفاع و آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگفتن که به ایران درسی را خواهند داد که هرگز فراموش نکنه. بنابراین سوال مهم این است که چرا از دهه ها و شاید بیش از 150 تا 200 موشک شلیک شده به ایران فقط تعداد کمتر از 10 به اهداف اصابت و اکثریت مطلق آنها بی ثمر بودند. آیا پدافند هوایی ایران آنطوری که حکومت ایران و فرماندهان سپاه پاسداران میگویند قادر بوده در تضاد با محاسبات و درک اسرائیل از قدرت و توانایی دفاعی ایران آنها را رهگیری و خونسا بکنه؟ و یا اینکه ادعای اسرائیل مبنی بر اینکه اسرائیل از 4 موج حملات ویرانگر به مدت 12 ساعت ابتدا رادارها و تأسیسات پدافندی را در ایران حذف و بعداً موجهای بعدی حملات را به مواضع و پایگاه‌های نظامی، موشکی، پهپادی و سوخت جامد آغاز خواهد کرد بلوفی بیش نبوده. یا باید بپذیریم که پدافند هوایی ایران قادر بوده اکثریت مطلق موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و خونسا بکنه، و یا اینکه در موج اول حمله به ایران طراحان حمله اسرائیلی متوجه شدند که دو موج اول حمله با توانایی دفاعی ایران با شکست روبرو شده و در نتیجه آنها از حملات بعدی که در دو موج بعدی باید انجام می‌گرفت صرف نظر کردند و بمب‌افکن‌های خود را که فقط در صورت ورود به آسمان ایران می‌توانستند ضربات اساسی را بزنند وارد ایران نکردند و از آسمان عراق پس خواندند. آقای یائیر لاپید زمانی نخست وزیر اسرائیل و اکنون رهبر اپوزیسیون در کنست پارلمان اسرائیل در روز شنبه بلافاصله پس از اعلام پایان حملات اسرائیل به ایران توسط دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل در صفحه ایکس خود نوشت که اسرائیل میبایست ضربات و هزینه بسیار بزرگی را به ایران تحمل میکرد. او در صفحه ایکس نوشت ایران سر محور شرارته و بایستی برای تجاوزاتش هزینه بالایی میپرداخت. و آقای ویکتور لیبرمن که زمانی وزیر دفاع در کابینه های گذشته آقای نتانیاهو بوده و امروز او هم یکی از رهبران اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل در صفحه ایکس نوشت که ایران برای دستیابی به بمب اتمی ادامه خواهد داد و به حمایت مالیش به حماس و حزب الله و دیگر شبه نظامیان ادامه خواهد داد. ویکتور لیبرمن می نویسد که آقای بنیامین نتانیاهو به همین راضی و اقناع شده که شوی را ارائه بده به جای اینکه قدرت واقعی اسرائیل را در حمله به آزمایش بگذاره. آقای بنیامین نتانیاهو با آغاز نخست وزیریش پس از دولت آقای اولمرت در دهه دوم قرن 21 در واقع در طول 14 سال گذشته در تمام بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها در کنگره آمریکا، در نشست‌های سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بار دیگر در ماه سپتامبر امسال در کنگره آمریکا همیشه گفته ایران، ایران و باز هم ایران دشمن تمام بشریت و دشمن اسرائیل و باید سر اختاپوس را در ایران زد. او حتی در کنگره آمریکا در سپتامبر امسال سال 2024 گفت که اسرائیل به نیابت از جهان آزاد
و تمدن بشری به نیابت از ایالات متحده آمریکا و غرب در حال جنگ با محور شرارت ایرانه. آقای نتانیاهو در یک سخنرانی خطاب به مردم ایران در ماه سپتامبر امسال گفت که مردم ایران زودتر از آن که فکر می‌کنند از شر نظام جمهوری اسلامی خلاص خواهند شد. شاید یکی از اهداف کلیدی امر اسرائیل در روز 26 اکتبر 2024 به ایران که رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل اعلام می‌کردند که این حملات بسیار قاطعانه، کشنده و تخریب کننده برای جمهوری اسلامی خواهد بود، این بوده که در اثر انفجارهای شدید و پی در پی و به ویژه در تهران و موج‌های عملیاتی که باید 12 ساعت طول می‌کشیدند باعث بشه که آژیرها به صدا درآیند، هراس و وحشتی در حاکمان به وجود آید و مردم میلیونی ناراضی از نظام را به خیابان‌ها کشانده شعار مرگ بر خامنه‌ای را سر دهند، دست به شورش بزنند و در زمانی که نظام غافلگیر حملات موشکی شده و پایگاه‌ها یکی پس از دیگری مورد اصابت و انفجار قرار می‌گیرند، سرنگونی نظام را رقم بزنند. در اپوزیسیون خارج و داخل ایران انتظارات زیادی وجود داشت که اسرائیل با حملاتش به نظام بتواند چنان ضربه مهلکی به تأسیسات نظامی بزند که وحشت و هراس عظیمی را در بنیادهای نظام ایجاد بکنه و با فلج کردن توان نظامی و پلیسی و وحشت عمومی در تهران و شهرهای بزرگ ایران ناامنی روانی حاکم میشه تا نظام از داخل مختل شده و سرنگون بشه. تا به امروز سه روز پس از حمله اسرائیل چنین اتفاقی که اپوزیسیون در انتظارش بود نیفتاده. مهمترین پرسش امروز سه روز بعد از حمله موشکی اسرائیل به ایران این است که آیا اسرائیل توانسته بازدارندگی ایجاد بکنه، همان چیزی که اسرائیل تلاش داشت ترویج و الغا بکنه. در واقع باید خاطرنشان ساخت که اهداف مهم اسرائیل در حمله به ایران بازیابی جایگاه نظامیش و جایگاه بازدارندگیش بوده و می باشد. پس از حملات کشنده و ضربات غیر قابل تصوری که اسرائیل با حملات هواییش به بیروت کرد و فرماندهان ارشد حزب الله و دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله و معاونش را به قتل رساند، حتی در رابطه با لبنان به حزب الله این چنین بازدارندگی هنوز ایجاد نشده. روزنامه معروف فرانکفورت آلگماینه آلمان که بدون شک حامی رسانه‌ای در افکار عمومی آلمان برای اسرائیل، در گزارشی در روز 26 اکتبر 2024 می‌نویسه که حزب الله بار دیگر قدرت ضربدی خودش را باز یافته. در روزها و هفته‌های گذشته حزب الله نه تنها بیش از 1000 موشک به اسرائیل پرتاب کرده، بلکه در جنگ زمینی در مناطق مرزی اسرائیل با جنوب لبنان حزب الله جلوی پیشروی 5 لشکر اسرائیلی که در تلاش ورود به جنوب لبنان و اشغال جنوب لبنان هستند را گرفته و به اعتراف خود ارتش اسرائیل تا به امروز بیش از 30 افسر و سرباز اسرائیلی را کشته و تعداد زیادی تانک و توپ را در جبهه‌های لبنان در جنگ با حزب الله از دست داده. از طرف دیگر حزب الله از کشته شدن بیش از 70 سرباز اسرائیلی از آغاز جنگ زمینی صحبت می‌کنه. روزنامه فرانکفورت آلگماینه آلمان در گزارش روز 26 اکتبر 2024 خود بلافاصله بعد از حمله اسرائیل به ایران می نویسد که در نوار غزه و در لبنان ارتش اسرائیل به طور قاطعانه بر علیه همپیمانان ایران می جنگه و اگرچه تعداد زیادی از رهبران حماس به حزب الله را در هفته‌های گذشته به قتل رسانده، اما ارتش اسرائیل نتونسته یک پیروزی قطعی به دست بیاره. این روزنامه آلمانی تاکید میکنه که حزب الله در این اواخر بار دیگر قدرت ضربتی خودش را باز یافته و در این روزها تمام مناطق شمالی اسرائیل را زیر آتش گرفته. طبق گزارش روزنامه فرانکفورت آلگماین آلمان فقط در یک روز تا ظهر روز شنبه 26 اکتبر 2024 روز حمله اسرائیل به ایران حزب الله بیش از 80 موشک به اسرائیل پرتاب کرد. این رقمی است که ارتش اسرائیل آن را تایید کرده. با تایید ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه حزب الله فقط روز شنبه تا ظهر آن روز بیش از 80 موشک به اسرائیل پرتاب کرده و
و در هفته های گذشته ده ها افسر و سربازان اسرائیلی را در مرزهای اسرائیل با جنوب لبنان به قتل رسانده و جلوی هر گونه پیشروی چهارمین ارتش قدرت جهان به جنوب لبنان را گرفته، نشان میده که اسرائیل هنوز نتونسته بازدارندگی در مقابل حزب الله به وجود بیاره. اکنون باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اسرائیل با حملهش به ایران بازدارندگی ایجاد کرده، همان چیزی که اسرائیل در هفته‌ها و روزهای گذشته قبل از حملهش به ایران در حال ترویج و الغای آن بوده است. به قول معروف از اثرگذاری میتوان به مؤثر پی برد. در مقایسه با تصاویری که از حمله اول اکتبر 2024 جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل که موشک‌های زیادی در اسرائیل فرود آمدند و اصابت کردند، حمله اسرائیل به ایران تا کنون به جز چند اصابتی که قبلا از آن نام برده شد، مستند مهمی به ویژه تصاویر پیروزی اسرائیل در این حمله را در اختیار افکار عمومی جهان قرار نمیده. اگرچه خود مقامات ارتش اسرائیل از پیروزی مطلق برای ایران صحبت میکنند، اسرائیل در هفته‌های گذشته تهدیدات سنگینی میکرد مبنی بر اینکه با حملاتش تمام ساختارهای نظامی و احتمالاً سیاسی ایران را ویران خواهد کرد. یک رسانه عبری نبود که در آن از زدن تأسیسات نفتی، هسته‌ای و یا کشتن رهبران ایران سخنی نگویند و حتی تهدید شخص علی خامنه‌ای مطرح می‌شد. اما اتفاق روز شنبه 26 اکتبر 2024 به مراتب ضعیف‌تر از آن چیزی بود که تهدید می‌شد و این باعث تمسخر در خود اسرائیل شده. افکار عمومی در جهان و خیلی‌ها در اسرائیل منتظر بودند که دود و آتش تهران را فرا بگیره، آمبولانس‌ها به حرکت درآیند، مردم برای شورش بر علیه حاکمان جمهوری اسلامی به خیابان‌ها سرازیر شوند و تصاویر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تحت تاثیر حمله اسرائیل به ایران قرار گیره و فراموش بشه. آقای آویو گالانت وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به بمباران‌های اسرائیل در بندر الحدیده یمن، آتش و دودی که در آنجا مشاهده می‌شد می‌گفت که چنین آتشی می‌تواند در هر جایی از خاورمیانه که منظورش بدون تردید ایران بوده دیده شود. اما تکنون مستندی قوی به جز چند مواردی که موشک‌ها اصابت کرده‌اند برای اثبات تهدیدها و تخریب‌ها در ایران وجود ندارد. آیا اسرائیل از عواقب حملهش ترسیده که بار دیگر حمله از جانب ایران تکرار بشه؟ روزنامه نیویورک تایمز آمریکا چند روز گذشته به نقل از منابعی در ایران گزارش داده بود که اگر اسرائیل حملات سختی رو برای ایران بکنه، ایران با 1000 موشک بالیستیکی پاسخ خواهد داد. حمله صادق 2 نشان داده بود که سامانه پدافندی اسرائیل در مقابله با حمله ایران ناتوان بوده. حتی عاملی به نام ترس هم میتواند در اسرائیل وجود داشته باشد که حمله سنگین به ایران میتونه برای موجودیت اسرائیل بسیار خطرناک بشه. بنابراین به نظر نمیرسه که آنچه که در روز 26 اکتبر 2024 رخ داده باعث احیای بازدارندگی اسرائیل شده باشه. در اینجا باید اشاره کرد که در واقع حمله به ایران نه تنها میبایست بازدارندگی در مقابل ایران ایجاد بکنه، بلکه اهداف دیگر حمله میتوانند جایگاه منطقه اسرائیل در خاورمیانه، در آذربایجان و بین کشورهای عرب هم بوده باشد. قدرت اسرائیل در منطقه و جایگاه اسرائیل در خاورمیانه و به ویژه در بین کشورهای عربی بر اساس بازدارندگی مبنی بر قدرت نظامی بوده. اما در یک سال گذشته در جنگ‌های غزه و لبنان و در یمن و با ایران این ساختار با فرسایش روبرو بوده است. شکی نیست که اهداف حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران بازیابی جایگاه بازدارندگی اسرائیل بوده. از طرف دیگر روابط اسرائیل با کشورهای عربی منطقه مانند مصر، اردن، حتی کشورهای عربی عهده خلیج فارس بر اساس قدرت نظامی اسرائیل تعیین میشه. این قدرت نظامی میبایست باعث عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی و منطقه‌ای بشه، چیزی که پس از جنگ‌های کشورهای مصر و اردن با اسرائیل و پیروزی اسرائیل باعث عادی سازی روابط بین مصر و اردن و اسرائیل شد. بنابراین حمله اسرائیل به ایران
در ذهن میتونه پیامی بوده باشد که اسرائیل به منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی میفرسته که اسرائیل کشور بسیار قوی نظامی و موفقی است. اما حمله اسرائیل به ایران و اینکه موفقیت راهبردی نداشته است نه تنها باعث بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نمیشه، بلکه باعث به عمیق و تقویت یک بازدارندگی در خاورمیانه هم نمیشه، بلکه برعکس محکومیت حمله اسرائیل توسط عربستان سعودی که بزرگترین همپیمان راهبردی آمریکا در منطقه و اسرائیل در آستانه عادی‌سازی روابطش با این کشور بود، نشان میده که برعکس حمله اسرائیل به ایران باعث تضعیف بازدارندگی در جهان عرب هم شده. فراموش نکنیم که قبلا آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر امسال از وحدت با عربستان سعودی و طرح نظم جدید در خاورمیانه صحبت کرده بود. آقای نتانیاهو و آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل همیشه گفته بودند که میخواهند محور ایران را نابود بکنند و سر اختاپوس را در تهران بزنند. در واقع این چنین تبلیغ شده بود که و به همین جهت اگر نتیجه حمله آن بود که در روز شنبه 26 اکتبر 2024 رخ داد، این باعث پیامدهای منفی بر روی ساختار بازدارندگی اسرائیل خواهد بود. حتی جنگ بیش از 13 ماه در غزه و در لبنان نشون میده که اسرائیل بدون حمایت شدید تسلیحاتی و عالی ایالات متحده آمریکا قادر به ادامه جنگ فرسایشی نیست، جنگی که هر روز قربانیان زیادی از سربازان اسرائیلی میگیره و تجهیزات نظامی زیادی را نابود میکنه، جنگی که نشون میده که اسرائیل به تنهایی توانایی تحقق اهداف هجومی دفاعی سیاسی و راهبردی را بدون حمایت کامل ایالات متحده آمریکا نداره و کاملا به آمریکا وابسته است. باید به مشکل غزه برای اسرائیل مشکل حزب الله را اضافه کرد که روزانه بین 130 140 و 150 راکت به اسرائیل پرتاب میکنه و با حمله نظامی به ایران نیز آنطوری که مشاهده میشه نمیتوانند مشکلات را حل کنند. همه اینا شواهدی هستند که میگویند اسرائیل به دردسر بدی افتاده است و همچنین ایالات متحده آمریکا به دردسر بدی دچار شده. اسرائیلی ها همیشه می گفتن که به تنهایی جنگ را پیش خواهند بود و حتی برای ایران نیازی به آمریکا ندارند. امروز اسرائیل در 3 جنگ جداگانه درگیره که هیچ نشانی از پایان یافتن ندارند و در هیچ یک از این جنگ ها پیروزی قطعی هنوز مشاهده نمیشه و این بدون معناست که اسرائیل به دردسر بدی گرفتار شده و وابسته کامل به آمریکا شده، نه تنها به تسلیحات آمریکا بلکه با ورود نیروهای آمریکا به اسرائیل برای کار با سیستم پدافندی تات به آمریکا برای جنگ با دشمنانش وابسته است، زیرا اسرائیل به تنهایی نمیتونه حمله موشکی ایران را پس بزنه. در نتیجه ایالات متحده آمریکا هم به دردسر بدی در این مناقشه دچار شده. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که ویدیو آگاهی کتاب ما یک بار دیگه نشون بدن. قبلا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در 2 جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون